ادامه بحران اقتصادی و افزایش روزافزون قیمت سوخت در ایتالیا موجب روی آوردن بی سابقه مردم این کشور به وسایل حمل و نقل عمومی شده است. کارلو توستی، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهر روم، در نشست مطبوعاتی مشترک با شهردار و جمعی از مدیران شهرداری روم، گرانی بنزین و گازوئیل را عامل اصلی استفاده نکردن مردم از خودروهای شخصیشان خواند. ناوگان اتوبوسرانی در پایتخت ایتالیا روزانه بیش از 3,200,000 مسافر جابجا میکنه که چنین رقمی بی سابقه است. جانی آلمانو شهردار روم نیز در این نشست مطبوعاتی با تاکید بر تشدید تدابیر ریاضتی کاهش هزینه ها و مصرف سوخت ناوگان سازمان موتوری شهرداری پایتخت را یکی از راهکارهای اصلی شهرداری برای مقابله با بحران اعلام کرد. ما حقوق تمام مدیران شهرداری را به میزان قابل توجهی کاهش داده ایم و استفاده از خودروهای پرمصرف را نیز ممنوع کرده ایم. همزمان با تداوم بحران مالی و اقتصادی در ایتالیا، مؤسسه مالی KPMG اعلام کرد سرمایه گذاری های خارجی در ایتالیا از 6 میلیارد یورو در سال گذشته میلادی به 140 میلیون یورو در 3 ماه اول سال جاری کاهش پیدا کرده است. بحران اقتصادی و افزایش قیمت سوخت در ایتالیا موجب شده تا شهرداری روم نیز هزینه های خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. حمید معصومی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری مرکزی روم، ایتالیا.